افغانستان یک کشور در حال توسعه می باشد. این کشور برای سالیان متمادی جنگ و بدبختی را تجربه کرده است. اما از سوی دیگر نسل جوان در صدد آن است تا بتواند در بازسازی و آبادانی افغانستان سهم بگیرد. چنانچه اقتصاد بخش مهم یک کشور را تشکیل می دهد، در افغانستان نیز تلاش ها برای انکشاف بخش های اقتصادی جریان دارد. طوره که تشبسات کوچک و تجارت های نوپا می توانند در این زمینه سهم ارزنده داشته باشند، در مناطق مختلف کشور تلاش ها برای ایجاد تجارت های کوچک در جریان بوده، ولی این تلاش ها با چالش های گوناگون روبرو می باشند. مکانکاری و امکانات اولیه از جمله این چالش های بزرگ فراراه تجارت های نوپا می باشند. برای حل این مسائل ایجاد دفاتر کاری مشترک راه حل خوبی بوده می تواند. در این اواخر ایجاد چنین دفاتر کاری مشترک از سوی بعضی از متشبثین روی دست گرفته شده است. به طور مثال چند نمونه از این دفاتر کاری مشترک را برایتان به معرفی می گیریم. دفتر. دفتر در سال 2016 تأسیس شد. دفتر اولین مکان کاری مشترک می باشد. به گفته مسئولین دفتر، یکی از اهداف ایجاد این مکان پایین آوردن مخارج برای شرکت‌های نوپا می باشد. استفاده کنندگان دفتر نه تنها از فضای آن به خاطر پیشبرد کارهایشان استفاده می کنند، بلکه از این محیط به خاطر آشنایی با دیگران، آموختن دانش کاروبار و تبادل آموخته‌هایشان نیز استفاده می کنند. دهب. دهب مکان دیگر است که سهولت فضای کاری مشترک را مهیا ساخته است. دهب در سال 2017 میلادی تأسیس شد که دارای فضای کاری مشترک، اتاقهای جداگانه کاری، محیط آرام، اینترنت و وسایل سرگرمی می باشد. و همچنین دیگر خدمات مورد نیاز تشبثات و تجارتهای کوچک را فراهم می سازد. کوورتی. کوورتی در ماه آگوست سال 2018 تأسیس شد. در ابتدا با داشتن خدمات مانند میزهای کاری جداگانه، میز کاری مشترک، اینترنت پرسرعت، لوازم دفتری، اتاق ملاقات، اتاق مجهز کنفرانس، چای و قهوه، پارکینگ موترها، فضای کاری مناسب و دیگر خدمات برای 40 نفر به فعالیت آغاز کرد. بنابر تقاضای مشتریان برای اتاقهای جداگانه و فضای متفاوت، کوورتی در سال 2019 به مکان جدید منتقل شد. این مکان کاری مشترک فعلا با خدمات بهتر از قبل، همچون داشتن اتاقهای کاری جداگانه، اتاق مشترک کاری، فضای باز، مکان سرگرمی و دیگر خدمات آماده خدمت می باشد. قابل ذکر است که این مکانها نه تنها محیطهای کاری مشترک بوده، بلکه فضای برای تبادل افکار، صحبت روی مفکوره‌های تجارتی، آموختن موضوعات جدید و گسترش حلقه دوستان حرفه‌ای نیز می باشد. شما می توانید با استفاده از این ایمیل آدرس ها و شماره های تماس همراه با این مراکز به تماس شده و تجربه تازه را به دست بیاورید.